کلامی را که امروز اعلام خواهم کرد مستقیما ارتباط داره با موضوع صحبت من. این کلام از افسوسیان باب 2 آیات 8 تا 10 انتخاب شده. افسوسیان 2 8 تا 10. زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست، و نه از اعمال، تا هیچ کس نتواند به خود ببالد. زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم. حالا قصد دارم آنچه را که در قسمت قبلی شروع کردم ادامه بدم، و آن بررسی کردن 6 پایه و اساس عالی از اصول اساسی ایمان مسیح می باشد که در عبرانیان باب 6 آیات 1 تا 2 ترتیب ذکر شده. توبه از اعمال منتهی به مرگ، ایمان به سوی خدا، تعلیم تعمیدها، نهادن دستها، رستاخیز مردگان و مجازات ابدی. در قسمت قبلی من به موضوع از راه توبه به ایمان پرداختم. در واقع با توبه شروع کردم و در نهایت ایمان را مورد بررسی قرار دادم. و امروز میخوام موضوع ایمان را با مبحث ایمان و اعمال ادامه بدم. این دو کلمه ساده در عهد جدید بارها به شکل متداول استفاده شده و همچنین باعث حیرت و تعجب که چطور تعداد زیادی از قوم خدا هنوز درک روشن و صحیح از ارتباط بین این دو کلمه ندارند. اجازه بدیم بگم منظور از کلمه ایمان یعنی به طور ساده آنچه را که ما باور داریم، و منظور از اعمال یعنی آنچه را که ما به طور معمول انجام میدیم. ارتباط صحیح بین آنچه را باور داریم و آنچه را که انجام میدهیم در چیست؟ در ابتدا میخوام به طور خلاصه با اشاره به کلمه انجیل شروع کنم. بسیاری از ما طور این کلمه را استفاده و در مورد اون صحبت میکنیم که انگار به طور دقیق و روشن میدونیم منظور از کلمه انجیل چیست. در واقع من فکر میکنم بسیاری از مردم در مورد انجیل صحبت میکنند، اما در حقیقت اونها این آگاهی را ندارند که منظور از انجیل چیست. و این موضوع واضحاً به وسیله پولس در اول قرنتیان باب 15 1 تا 5 توضیح داده شده. اول قرنتیان 15 1 تا 5: ای برادران، اکنون میخوام انجیلی را که به شما بشارت دادم به یادتان آورم، همان انجیلی را که پذیرفتید و بدان پایبندید و به وسیله آن نجات میابید، به شرط آنکه کلامی را که به شما بشارت دادم استوار نگاه دارید، در غیر این صورت بیهوده ایمان آوردید. و پولس در ادامه به انجیل اشاره میکند. در واقع انجیل به عنوان 3 حقیقت تاریخی ساده نقد شده و این چیز پیچیده ای نیست. زیرا من آنچه را که به من رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست. بنابراین انجیل از 3 حقیقت تاریخی ساده تشکیل شده: مسیح برای گناهان ما مرد، دفن شد و روز سوم از مردگان برخاست. و اگر جایی به این نکته اشاره نشده، انجیل موعظه نشده. اهمیت بسیار زیاد موعظه انجیل در اعلان این حقیقت است، آن حقیقت حیاتی که ما باید موعظه را بر اساس اون قرار بدیم. مسیح برای گناهان ما مرد و دفن شد و روز سوم از مردگان برخاست. و این اولین اقتدار در گواهی این مهم شهادت عینی نیست که شخصی او را بعد از قیام دیده باشد، بلکه کلام خداست و این اقتدار نهایی است. پولس در اینجا 2 بار میگه مطابق کتاب مقدس، و سپس پولس در ادامه اشاره میکنه به شهادت عینی افراد گوناگون نسبت به قیام از مردگان. ولی به خاطر بسپارید که اقتدار نهایی در تمام مسائل ایمانی کتاب مقدس میباشد. و در ادامه پولس اینطور توضیح میده که اگر ما این حقیقت ساده را با ایمان دریافت کنیم، بدون عمل، بدون آنکه کاری انجام بدیم، عدالت برای ما محسوب خواهد شد. ما عادل محسوب خواهیم شد. این بسیار مهمه که ببینیم پولس میگه این به خاطر اعمال ما نیست، بلکه محض ایمان ماست. محض اعمال نیست، بلکه محض ایمان است. و او در رومیان باب 4 موضوع صحبتش را این چنین ادامه میده که ما در این مورد میتوانیم از ابراهیم یاد بگیریم. ابراهیم
به خدا ایمان آورد و این برای او عدالت محسوب شد. سپس پولس به این اشاره میکنه که ما از این مطلب چه چیزی را یاد میگیریم. در رومیان 4:4 میگوید اما کسی که کار میکند مزدش حق او شمرده میشود، نه هدیه. اگر شما برای شخصی کار میکنید و در ازای کارتان حقوق دریافت میکنید، این فیض نیست، بلکه چیزی است که متعلق به شماست. اما او میگه ما عدالت را این گونه به دست نمیاریم. این با اعمال ما نیست، چیزی نیست که بتونیم خودمون اون را کسب کنیم. سپس با یک بیان حیرت انگیز صحبتش ادامه میده. گاهی من به مردم میگم اگر شما هرگز متعجب نشدید از چیزی که در کلام خدا خواندید، شما هرگز به طور صحیح کتاب مقدس مطالعه نکردید، چون اون شامل متعجب کننده ترین بیانات خداست. پولس در رومیان 4:5 اینطور ادامه میده. 4:5 اما آن کاری که نمی کند بلکه به خدای توکل می دارد که بیدینا را پارسا می شمارد، ایمان او برایش پارسایی به شمار می آمد. بنابراین اگر مایلید که ایمانتون برای شما عدالت محسوب بشه، اولین که کاری باید بکنید چیست؟ از اعمال دست بکشید. کاری نکنید. فکر میکنی تو میتونی با اعمالت او را کسب کنی، هیچ وقت به دستش نخواهی آورد و این سخت‌ترین چیز برای افراد مذهبی است. ما عادت کردیم به این طرز فکر که باید کار انجام بدیم که رضایت خدا را کسب کنیم. اما خوشنودی خدا اینطور حاصل نمیشه. در واقع این راه کسب فیض نیست. نمیتونیم از طریق اون به دست بیاریم. بنیم اگر میخوای در نظر خدا عادل محسوب بشی، اولی کاری که میکنی که از سعی و تلاش انسانیت دست بکشی. تلاش نکن. و این کلام تکان دهنده است که برای بسیاری از افراد، چون که کتاب مقدس است، کتاب شگفت آوری است. بسیار تکان دهنده تر آن چیزی که بسیاری از ما درک کرده باشیم. بنابراین ارتباط واقع بین ایمان و اعمال در چیست؟ منظور این نیست که اعمال مهم نیستند. بعداً بهش خواهیم رسید. روت و من قسمت از افسوسیان باب 2 را برای شما نقل کردیم که دوباره میخوام براتون بخونم. افسوسیان 2:8-10 زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست. حتی ما نمیتونیم افتخار کنیم که ایمان داشتیم، چون که همین ایمان را نیز خدا به ما عطا فرمود. این چیزی نیست که بتونیم به خود ببالیم. و سپس میگه و نه از اعمال تا هیچ کس نتواند به خود ببالد. و خیلی از جاهایی که در مورد افراد صحبت میشه که از طریق اعمال عادل شمرده شدند، پولس میگه نه، تا هیچ کس نتواند به خود ببالد. میبینین اعمال مذهبی انسان را مغرور میکنه و غرور پایه و اساس گناهه. بنابراین خداوند بر اساس صلاح دید خود این راه رو برای عادل ساختن ما مقرر کرد که باعث بشه غرور شخصی ما نشه. اگر شما به افرادی که درگیر مذهبای پیچیده هستن دقت کرده باشید، نمیخوام هیچ نامی از این گروه مذهبی ببرم، چون که قصد ندارم با عنوان کردن گروه خاصی به چیز حمله کنم. اما اصلا هر چقدر مذهبشون سخت‌تر از غرور اونها هم بیشتر است. اونها واقعا کارهای سخت و مشکل انجام میدن، روزه میگیرن، قربانی میکنن، خیلی کارهای دیگه، و این کارها باعث افزایش غرور آنها میشه. خداوند مخالف افراد مغروره، اما فروتنها را فیض میبخشه. بنابراین خداوند برای عادل ساختن ما این راه را ابداع کرد که باعث افزایش غرور انسانی ما نشه. نمیدونم آیا تا بال دیدید یا نه، اما بیایید در مورد مسیحیان صحبت کنیم. مسیحیانی که خیلی قانون پرست هستند و خیلی پایبند به قوانینند، معمولا افراد دوست داشتنی نیستند. آیا تا به حال بعضی این عرفت دیدید؟ اگر شما برای دریافت محبت پیش آن رفته باشین، احتمالا چیز زیادی دریافت نکردید. در واقع قانون پرستی و محبت کم و بیش مخالف همدیگر هستند. بنابراین لازمه که دائما حالت تدافعیمون را در برابر هر چیزی که باعث رشد غرور میشه حفظ کنیم. و اساسا مذهب باعث پرورش غرور میشه. بدون فیض خدا مذهب به تنهایی باعث رشد غرور میشه. با وجود این جایی برای اعمال وجود داره. اعمال بی اهمیت نیستن، فقط باید به شکل صحیحی عمل کنیم. در افسوسیان 2:10 به روشنی و وضوح این مهم اشاره میکنه، زیرا ساخته دست خداییم و در مسیح عیسی آفریده شدیم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام برداریم. بنابراین وقتی که خداوند خلقت تازه در مسیح به ما بخشید و کتاب مقدس میگه اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است،
بنابراین خداوند از پیش کارهایی را مهیا کرده تا این خلقت تازه آن را انجام بده. اما طبیعت کهنه نمیتونه در کاری که خدا مهیا کرده قدم بزنه. شما باید قبل از وارد شدن به کارهای خوب به وسیله ایمان به خلقت تازه تبدیل شوید. سپس کارهای خوب فوق‌العاده مهم میشه. اما شما باید برای عمل کردن به شکل صحیح پیش برین. اول از همه خلقت تازه از راه ایمان، سپس اعمال و کارهای خوبی که خدا از پیش مهیا کرده. نمیدونم آیا واقعا درک کردین؟ اگر در مسیح به خلقت تازه تبدیل شدید، شما واقعا نیازی ندارید که کاری برای خدا انجام بدید، چون که خداوند اون را هم اکنون توسط مسیح دریافت کرده. تنها کاری که لازم انجام بدید اینه که به کارهایی که خداوند از پیش برای شما مهیا کرده پی ببرید. سعی نکن خودت برای زندگیت نقشه بکشی. سعی کن بهفه نقشه خدا برای تو چیه. بسیاری از اوقات این برای ما از آن چه انتظار داریم خیلی متفاوته. اجازه بدین یه نمونه کوچک از تجربه شخصی با شما در میان بذارم. من تنها فرزند خانواده بودم. هیچ خواهر یا برادر نداشتم. از 9 سالگی تا 25 سالگی در مدرسه شبانه روزی تحصیل و زندگی کرده بودم. به سختی با دختر ارتباط برقرار می‌کردم. فقط چند تا دوست دختر داشتم. در واقع اساساً دخترها موجودات مرموزی بودن که من نمی‌دونستم چطور باید با اونها ارتباط برقرار کنم. اما وقتی که خداوند ما رو دعوت کرد، من با دختر ازدواج کردم که پرورشگاه داشت و از همان ابتدای ازدواجم پدرخوانده 8 دختر شدم. ببینید عزیزان، شاید هرگز فکرش نمی کردن که یک چنین چیزی مناسب و در خور دریک پریس باشد. اگر من شخصا می دانست خواستم زندگیمو نقشه بکشم، هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. اما این اعمال و نقشه عالی بود که خدا برای من تدارک دیده بود. من خوشتود بودم، درست که بارها شکست خوردم، ولی با این دانش که در راهی که خدا برام مهیا کرده قدم گذاشتم. بیایید در این مورد کمی دقیق‌تر بشیم. اینجا جایی است که ما واقعا نیاز داریم به روشنی فکر کنیم. در واقع شما همیشه نیاز دارید تا با دقت و روشنی فکر کنید. حالا بهتر کمی در مورد ذات و طبیعت فیض با هم صحبت کنیم. فیض کلمه بسیار زیبایی است، اما به دفعات مورد سوء استفاده واقع شده. یک بار در کلیسای موعظه می‌کردم و می‌گفتم در واقع کلیسایی که خودشون رو کلیسای فیض می‌نامند شناخت کمتری از فیض دارند. متوجه شدم در یکی از همین کلیساها امروز موعظه میکنم. در صورت این یک واقعیت بود. در واقع بسیار از افراد که کلمه فیض استفاده میکنن شناخت و درک صحیح از معنی واقعی فیض ندارند. ریشه معنی فیض یعنی خوشمنظر، زیبایی. و این بسیار زیباست که خداوند محض ایمان به این زیبایی و فیض را به ما هدیه داده. او با فیض خود ما را آفریده. و در رومیان باب 11 آیه 6 پولس اینطور میگه: اما اگر از راه فیض باشد، دیگر بر پایه اعمال نیست، وگرنه فیض دیگر فیض نیست. به عبارت دیگه، به زبان ساده، شما هرگز نمیتونید فیض را به دست بیارید. چیزی را که تو با توان خودت میتونی به دست بیاری فیض خوانده نمیشه. و این موضوع حقیقتی است که ما را فروتن میکنه. همه چیز ما بستگی به فیض او داره. ما نمیتونیم با قدرت خودمون رو به دست بیاریم. برای کسب کردن فیض خدا با توان شخصمون هیچ کاری نمیتونی بدیم. ولی با فیض از راه ایمان نجات یافتیم. و زمانی که شما به خاطر وجود ایمانتون هیجان زده میشین، به یاد بیارین که پولس در این مورد میگه و این از جانب ما نیست، بلکه هدیه خداست. در واقع شما هیچ چیز ندارین که به اون فخر کنید و بگین با ایمان خودتون نجات یافتید، بلکه خداوند این رو از راه فیض انجام داد تا شما را از بزرگترین گناهان که غرور است محافظت کنه. حالا میخوام رابطه بین ایمان و اعمال را مورد بررسی قرار بدم. چیزی را که ایمان داریم و چیزی را که انجام میدیم. تا اونجایی که میدونم تمام آنچه را که قصد دارم با شما در میان بگذارم از عهد جدید گرفته شده. با این حال میدونم این موضوع برای بسیاری از شما تکان دهنده و متعجب خواهد بود. من به این حقیقت پی بردم که پیغام عهد جدید را به سادگی موعظه کنم و این پیغام نجات از راه فیض برای بسیاری از افراد تکان دهنده است. به یاد دارم یک بار در یک جلسه چیزی گفتم که البته مسیحیت بر پایه قانون گذاشته نشده و سپس متوجه شدم همه حضار با شنیدن این متعجب شدند. فکر کنم اونا کمتر حیران و متعجب می شدن اگر می گفتم خداوند مرده، چون درک اونها این بود که مسیحیت بر پایه قوانین نهاده شده. نمیدونم، شاید هم شما همون درک رو داشته باشید، اما من میخوام بگم که مسیحیت بر اساس قانون نهاده نشده. شما نمیتونید اون رو با قوانین به دست بیارید و یا بهش برسید. بیایید به چیزی نگاه کنیم که پولس
در رومیان 3:20 گفته. رومیان 3:20. بر حسب اتفاق موضوع رو در میان عدالت صحبت میکنه. این موضوع مرکزی رومیان هست که ما چگونه میتونیم در حضور خدا عادل شمرده بشیم. در قرنهای بسیار گذشته ایوب به خاطر درد و رنجش گریه کرد. ایوب 9:2. انسان چطور میتونه از دیدگاه خدا واقعا خوب باشه؟ این موضوع رو که انسان چگونه میتونه در حضور خدا عادل شمرده بشه، همه دوستان به ظاهر عادل او را به تمسخر گرفتن. اما خداوند گریه ایوب رو در این مورد شنید و سالهای سال بسیار بعد توسط یک رساله رومیان جواب این سوال داد که انسان چگونه میتونه در حضور خدا خوب محسوب بشه و اینم با حفظ قوانین حاصل نمیشه. در رومیان 3:20 پولس میگه زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارسا شمرده نمی شود، بلکه شریعت تنها گناه را به ما میشناساند. این قسمت رو من از ترجمه کینگ جیمز براتون خواندم و در ترجمه NIV هم دقیقاً همین رو میگه. در هر دو این ترجمه ها باید کلمه گذاشته میشد که عنوان نشده. من زمانی که فقط 10 ساله بودم یونانی یاد گرفتم، بنابراین مطمئنم چی دارم میگم. در هر دو این ترجمه ها در جای کلمه شریعت ذکر شده، شریعت. اما پولس در این ترجمه اصلی اینو نگفته. او میگه هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا عادل شمرده نمیشه، بلکه شریعت تنها گناه را به ما میشناساند. میبینید؟ بسیار خوب. هدف شریعت چه بود؟ هدف شریعت گناه را بر ما آشکار بکنه که ما نشون بده ما مشکلی داریم که اون گناهه. شریعت فقط میتونه مشکل شما را به شما نشون بده، اما نمیتونه برطرف کنه. بنابراین به شما شریعت نیاز دارید که شما را به جای برسونه که متوجه بشید محتاج فیض هستید و این هدف شریعته. یعقوب در رساله خودش باب 2 آیات 10 و 11 اینطور میگه. یعقوب 2 10 و 11 زیرا اگر کسی تمام شریعت را نگاه دارد، منظور شریعت موسی است، اما در یک مورد بلغزد، مجرم به شکستن تمام شریعت است. چه او گفت زنا مکن، همچنین گفته است قتل مکن. پس هرچند زنا نکنی، اما اگر قتل کنی شریعت را شکسته ای. متوجه هستین یعقوب چی میگه؟ اگر شما تمام شریعت را حفظ کنید و یا حفظ نکنید، در واقع نگاه داشته 99% شریعت مفهومش حفظ شریعت نیست. شریعت یک سیستم کلی است. هیچ کدام از ما نمیتونیم 99% شریعت را حفظ کنیم. یهودیان معتقد میگن شما باید 613 فرمان را رعایت کنید و اونا به طور خصوصی اعتراف میکنند که حتی بیشتر از 32 تا از اونا را حفظ نکردند. اما امروز هیچ کس برای زمین وجود نداره که تونسته باشه شریعت موسی را کاملا حفظ کرده باشه. هیچ کس نتونسته حفظ کنه غیر از یک نفر. میدونید اون شخص کیه؟ درسته، عیسی. عیسی به مردم زمان خودش گفت کدومه که شما میتونه منو به گناهی محکوم بکنه؟ و اونا تونستن بهش جواب بدن. عیسی تنها کسی بود که شریعت را به طور کامل نگاه داشت. من و تو نمیتونستیم این کارو بکنیم. من به موضوع زمانی پی بردم که در ارتش انگلیس بودم، زمانی که به عنوان یک نوع ایمان شروع کردم با مردم در رابطه با نجات صحبت کردن. همه اونا شروع کردن راجع به مذهب فکر کردن، نه نجات. متوجه شدم به طور کلی با هر کدوم از اونا در مورد این صحبت کردم، لیستی از قوانین که تا به حال حفظ کردن اونا به اون اشاره میکردن، ولی عدالت نبود. این به طور خاص مناسب وضعیت اونها بود. اگر خطایی بود که اونها مرتکب شده بودند، اونها را در لیست مذکور قوانین به حساب نمی آوردند. و متوجه شدم این روشی است که ذهن و منطق انسان فکر میکنه. من با حفظ کردن و نگاه داشتن یه سری قوانین عادل محسوب میشم. نه، تو عادل به حساب نمیای. شما زمانی عادل محسوب میشی که تمام قوانین رو حفظ کنی، اما نمیتونی. هیچ کس نمیتونه. بنابراین تو نمیتونی بگی من بسیار از قوانین حفظ میکنم، این تمام چیزی است که من به اون احتیاج دارم، چون که شریعت یک سیستم واحده. هیچ فرقی نمیکنه که شما تعدادی از اون رو حفظ بکنید یا هرگز حفظ نکنید. در صورتی که شما تمام رو نگاه دارید، خداوند شما را عادل به حساب میاره. اما شما نمیتونید اون رو حفظ کنید. پس ما فقط به این نتیجه برسیم که فیض چیزی است که ما نمیتونیم خود به دست بیاریم. لحظات پیش به این قسمت اشاره کردم و دوباره به این موضوع برمیگردم. رومیان باب 3:20 هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارسار شمرده نمی شود. هرگز سعی نکنید با به جا آوردن یک سری قوانین شریعت خودتون در نظر خدا عادل به حساب بیارید. میدونید به چه منظور؟ شما شکست میخورید. اگر قوانین شما درسته، شما نمیتونید اونها رو به جا آورید. اگر قوانین شما اشتباهه، شما نمیتونید با به جا آوردن قوانین غلط پارسا محسوب بشید. آیا متوجه هستید؟ حالا بیا جلوتر بریم. مورد بعدی که میخوام بگم
چیزی که بسیار باعث تعجب شما خواهد شد. در واقع شریعت و فیض به طور متقابل منحصر به فرد هستند. شما نمیتونید از هر دوی آنها سود ببرید. یکی از اونها باید باشه. اگر شما به رومیان باب 6 آیه 14 مراجعه کنید، اینطور میگه: زیرا گناه بر شما فرمان نخواهند راند، چون که زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیضید. بنابراین اونا دیگه دو موضوع متفاوت و مناسب فرد از یکدیگرند. شما میتونید یا تحت شریعت باشید یا تحت فیض. شما نمیتونید در یک زمان زیر هر دوی اونها باشید. پس اگر شما تحت شریعت هستید دیگه تحت فیض نیستید، و اگر تحت فیض هستید دیگه تحت شریعت نیستید. به ظاهر آنچه که پولس میگه خیلی دور از دسترس به نظر میاد. او میگه گناه بر شما فرمان نخواهد راند، چون تحت شریعت نیستید بلکه تحت فیضید. معنی این کلام این است که اگر شما تحت شریعت هستید، گناه میتونه بر شما فرمان بده. تنها راه خلاص شدن از زیر فرمان گناه این است که از سعی و تلاش انسان خود برای نگاه داشتن شریعت دست بکشید و فیض خدا را غنیمت بشماره. باعث تعجب خواهد شد. به خوبی میتونم ببینم که هم اکنون بعضی از شما تعجب زده هستین. و حالا در رومیان 8:14 پولس میگه: زیرا آنانی که از روی خدا هدایت میشن پسران خدایند. چه کسانی فرزند واقعی خدا هستند؟ آنانی که دائما با روح القدس هدایت میشوند. و یک مورد متفاوت دیگه از حفظ کردن شریعت و قوانین. شما میتونید یا قوانین رو به جا برید یا از روح القدس هدایت بشید، اما شما نمیتونید هر دو رو انجام بدید. تصویر کوچکی است که چیزی الان به خاطر آوردم. از این مثال استفاده میکنم. مرد جوانی است که تازه از دانشگاه کتاب مقدس فارغ التحصیل شده و مدرک الهیات دریافت کرده. او جوان قوی و سالمی است و برای سفری که در پیش دارد برنامه‌ریزی کرده که از یک مسیر خاص به مقصد تعیین شده‌اش برسه. خداوند به او گفت: در حال حاضر تو دو راه را انتخاب داری. یا میتونی از این نقشه استفاده کنی یا میتونی از یک راهنما استفاده کنی. و مرد جوان در پاسخ گفت: من شخص زرنگ و باهوشی دارای مدرک الهیات هستم. به خوبی میدونم که چطور باید از نقشه استفاده کنم. ترجیح میدم از نقشه استفاده کنم و به شخصی به عنوان راهنما احتیاج ندارم. وقتی که او به راه افتاد، خورشید به زوایای میدرخشید، برندگان میخواندند. اما تقریبا 3 روز بعد، زمانی که هوا تاریک بود، در اواسط شب او در جنگل پیش میرفت که ناگهان بر لبه پرتگاه رسید و او موقعیتش را گم کرد و ناتوان از تشخیص شمال، جنوب، شرق و غرب بود. ناگهان صدای متینی به او گفت: میتونم کمکت کنم؟ میدونی اون شخص کی بود؟ روح القدس و راهنمای شخص. سپس او در جواب گفت: روح القدس، واقعا به کمکت احتیاج دارم. از اون موقعیت نامشخص بیرون آورد و دوباره در مسیر جاده بره افتادن. بعد از گذشت دقایق او به خودش گفت: فکر میکنم کمی احمقانه عمل کردم. من به راحتی میتونستم بدون نیاز به کمک کسی به راهم ادامه بدم. نباید هول میشدم. او به اطراف نگاه انداخت و متوجه شد راهنمو در اونجا نیست. پس تنها خودش بود. من میتونم به مسیر ادامه بدم. بعد از 3 روز دیگه خودش رو در میان باتلاق دید. هر قدمی که بر میداشت بیشتر به درون باتلاق فرو میرفت و نمیتونست بیرون بیاد. دوباره همون صدای متین رو شنید: فکر میکنم الان به کمک من احتیاج داری. و او گفت: آه روح القدس، لطفا به من کمک کن. تنها تو میتونی از این شرایط بیرون بیاری. سپس او همگام با روح القدس به طرف مقصدش به راه افتاد. بعد از لحظاتی او به القدس گفت: من میدونم یه نقشه بسیار عالی دارم. اگه بخوام میتونم ادامه بدم. راهنما گفت: متشکرم، به نقشه احتیاجی ندارم چون راهو میدونم. گذشته از این، من خودم نقشه را به وجود آوردم. آیا متوجه شدید؟ گاهی چقدر زمان طول میکشه تا اینکه متوجه بشیم به تنهایی نمیتونیم اون رو انجام بدیم. این با اعمال خوب با امکان پذیر نیست، با به جا آوردن حفظ قوانین نیست، بلکه توسط روح القدس است، روح فیض. افرادی که دائما با روح القدس هدایت میشن، اینا حقیقتا پسران خدا هستند. سپس در غلاطیان باب 5 پولس به این مسئله اشاره میکنه و من میخوام اینو به شما بگم که این مطلب یکی از عمده ترین موضوعات عهد جدیده. هر شخصی که واقعا این موضوع رو یاد نگرفته در وضعیت نامشخصی به سر میبره و فکر میکنم این جاییست که بسیار از مسیحیان در اونجا زندگی میکنند. بسیار از مسیحیان در وضعیت نامشخص زندگی میکنند، یه جورایی در وسط راه بین شریعت و فیض، و اونها نمیدونن این دور از هم تشخیص بدن و نمیدونن چگونه از فیض ببرن. غلاطیان 5:18 و
پولس میگه اما اگر از روح هدایت شوید دیگر تحت هیچ شریعتی نیستید. در قسمت قبلی او گفت آنان که از روح هدایت میشن آنها پسران خدا هستند. بنابراین شما باید انتخاب کنید. شما میتونید به عنوان فرزند خدا زندگی کنید و به بالقدس هدایت بشید، یا میتونید پشت به بالقدس کنید و برای به جای آوردن شریعت تلاش کنید، اما نمیتونید هر دو رو با هم ترکیب کنید. این چکیده و خلاصه چیزی است که من سعی میکنم به شما بگم. این همون جا وضعیت تاریکی است که بسیار از مسیحیان به سر میبرند. اونا یک مقدار به فیض اعتماد میکنند، یک مقدارم به قوانینی که به جا میآورند اعتماد میکنند. لطفا منو درک کنید. منظور من نیست که به جا آوردن قوانین کار بدی است. منظور من اینه که به جا آوردن قوانین نمیتونه شما را پارسا به شمار بیاره. متوجه منظورم هستید؟ فکر کنم بهتره اینو دوباره بگم. به جا آوردن قوانین نمیتونه شما را پارسا محسوب کنه. بیشتر شما مطلع و وابسته به کلیسا و فرقای هستید که یک جورای داره قوانین هستند. من فکر کنم اگر شما مطلع به گروه خاصی هستید باید اون قوانین را حفظ کنید. اگر شما قوانین را به جا نیارید نمیتونید مطلع به اون گروه باشید. اما با وجود این به جا آوردن قوانین نمیتونه شما را پارسا به شما میاره. در حقیقت در بدن مسیح بسیاری از گروه مذهبی قوانین خاص خودشون را دارند. کاتولیک ها یک جور قوانین دارند، بپتیست ها یک جور دیگه، ادونتیست های روز هفتم یه نوع دیگه، پنتیکاست های شکل دیگر و الاخر. بیشتر این افراد در گروه خودشون فکر میکنند با حفظ قوانین خاصی که دارند میتونن پارسا حساب بشن. سپس به دسته دیگری از افراد که قوانین متفاوتی دارن نگاه میکنن، میگن اونا پارسا نیستن چون که قوانین ما رو حفظ نمیکنند. میبینید که مذهب چیکار میکنه؟ این قوانین بدن مسیح رو تخریب میکنه. بپتیستا آزاد هستن که قوانین خودشونه که مطابق کتاب مسیح به جا آرند. پنتیکاست هم همینطور. کاتولیک هم بر طبق کتاب خود. اما به خاطر داشته باشید هیچ کدوم از اونها با به جا آوردن قوانین خودشون پارسا به حساب نمیاد. اینها فقط با ایمان پارسا میشن. مشکل اینجاست که اگر ما روی قوانین متمرکز بشیم احتمال ایمان را از دست خواهیم داد و ناگهان خودمون رو در شرایط نامشخصی میبینیم، و یا مثل اون مرد جوان که فکر میکرد به تنهایی با نقشش میتونه پیش بره اما در پایان راه خودش رو در باتلاق دید. بعضی از شما به خوبی میدونید منظور از باتلاق بودن یعنی چی. در واقع دلیل بودن شما اینجاست که از باتلاق عبور در کردید و به هدایت روح القدس احتیاج دارید. آمین آمین. حالا میخوام یه موضوع متعجب کننده دیگر رو مطرح کنم. اگر پولس قبلا اینو مطرح نکرده بود من هرگز شهامت عنوان کردن رو نداشتم. در رومیان باب 7 شما میتونید این مسئله رو ببینید. رومیان یکی از عالی ترین کتاب هاست. قبل از که با خداوند عیسی ملاقات کنم استاد منطق و فلسفه بودم. من واقعا علاقه زیادی به منطق و فلسفه داشتم و فکر میکنم فلسفه و منطق موضوع جالب و فوق‌العاده‌ایه. شبیه کامپیوتر میمونه. اگر شما اطلاعات درستی رو به کامپیوتر بدید نتیجه مطلوبی رو به دست میارید، اما اگر اطلاعات اشتباهی به شما بدید شما نتیجه غلطی رو مطلوب خواهید یافت. جواب را به شما نمیده. منطق فقط این امکان رو میده که ببینید نتیجه سازگار است یا نه. بنابراین دوست دارم به خودم بگم در مقایسه با تمام کتاب‌های منطقی و فلسفی که خوندم کتاب مقدس منطقی ترین کتاب موجوده. من شخصا از لحاظ عقلانی احساس کوچی و ضعف نمی کنم چون که به کتاب مقدس ایمان دارم. این طرز فکر شخصی من است. دوست دارم به شما پیشنهاد بدم هرگز از نظر عقلانی و فکری احساس یقارت نکنید. ممکن افراد یک برچسب بنیادگرانه به شما بزنند. بسیار خوب، یک بنیادگرا یا هر چیز دیگری که اسمش هست. در واقع این موضوع عمدتاً به این منظور استفاده میشه که به نوعی عواطف مردم را در مخالفت با شما تحریک بکند. افرادی که در مورد بنیادگرانه صحبت میکنند معمولاً تعریف درستی از بنیادگرایی ندارند. در واقع کلمات زیادی وجود دارند که مردم فقط برای اینکه یک برچسب تیری به دیگران بزنن از اون استفاده میکنند، اما خودشون هیچ تعریف مشخص از اون ندارن. نترسید که به عنوان یک بنیادگرا خوانده شوید. اگه دفعه بعد کسی شما را با این عنوان خطاب کرد بگید ممکنه بگید منظورت از بنیادگرا چیه؟ بسیار خوب، حالا برمیگردیم به کلام تکان داده پولس در رومیان باب 7. وقتی بیشتر با این موضوع پیش بری برای شما تکان دهنده تر خواهد بود. رومیان 7:4 و آیه بعدی اون: به همین سان ای برادران شما نیز به واسطه جسد مسیح در قبال شریعت به مرگ سپرده شدید تا با شخص دیگری وصلت کنید، یعنی با او که از مردگان برخیزانده شد، تا برای خدا ثمر آوریم. پولس میگه زمانی که شما یک یهودی مذهبی بودید به نوعی با شریعت وصلت کرده بودی، و اگر شما از شریعت جدا شده با شخص دیگر ازدواج کنید برای شما زنا محسوب خواهد شد، زنای روحانی، مگر اینکه بدونید شریعت مرده.
اما توسط مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب شریعت به مرگ سپرده شد. آیا متوجه میشین؟ این یک مشکل جدی و واقعی برای یهودیان هست. اونا فکر میکنن که اگر برای به جا آوردن شریعت تلاش نکنند، اصلا تلاش زیادی هم نمی کنند، نسبت به شوهرشون که شریعت باشه بیوفا محسوب میشن. اونها نیاز به دریافت این مکاشفه الهی دارند که با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب شریعت به مرگ سپرده شد و اونا میتونه با شخص دیگری که مسیح قیام کرده است ازدواج بکنند و توسط عیسی مسیح هر دوی ما با اونها میتونیم پرثمر باشیم. آیا میفهمین؟ ثمره و میوه فقط توسط اتحاد حاصل میشه. میوه و ثمره حاصلی از بستگی به شخص یا چیزی که داره که با اون متحد میشیم. اگر در اتحاد با عیسی مسیح باشیم، ثمره روح را به ارمغان خواهیم آورد. حالا با آنچه که پولس میگه دقت بکنیم. زیرا زمانی که در سیطره نفس به سر می بردم، امیالی گناهالود که شریعت آنها را بر می انگیخت در اعضای ما عمل می کرد تا برای مرگ ثمر آوریم. این یک بیان و اظهار خیرت کننده است. اینطور نیست؟ امیال گناهالود که در شریعت بود، به عبارت دیگه پولس میگه شریعت امیال گناهالود را بر می انگیزاند. می تونی درک کنی چی میگم؟ اجازه بده یک قسمت دیگه از اول قرنتیان باب 15 آیه 56 را براتون بخونم. این هم یکی از اظهارات خیره کننده است. نیش مرگ گناه است و نیروی گناه شریعت. پولس در رومیان باب 7 اینطور ادامه میده و میگه چیز اشتباه غلط در شریعت نیست. شریعت کامل است. مشکل در ماست. میبینید عزیزان، اگر من بتونم این رو در این مسیر قرار بدم بدون اعمال شریعت، بعد میگه این کارو بکن، این کارو نکن. بعد شما میگید بسیار خوب، این کار انجام میدم، این کار رو نمیکنم. بنابراین با انجام این شما به توانایی شخصی خودتون اعتماد میکنید و مشکل همینجاست، چون که شما توان انجام کار صحیح و پرهیز اشتباه رو ندارید. اما میبینید ذات و طبیعت نفسانی ما اینطور است که به خودمون اعتماد کنیم، نه اینکه وابسته به خدا باشیم. بیایید برگردیم به وسوسه‌ای که در باغ عدن اتفاق افتاد. چه انگیزه ای بود که شیطان از اون استفاده کرد؟ تو شبیه خدا خواهی شد. در واقع هیچ مشکلی وجود نداره که شبیه خدا بشیم. مشکل چی بود؟ اونا میخواستن شبیه خدا بشن بدون اعتماد به خداوند. آنها به دانستن معرفت نیک و بد تکیه میکردند و این پایه مشکلات بشر است. این ریشه مشکلات افراد مذهبی است. ما میخواهیم شبیه به خدا باشیم، اما نمیخواهیم وابسته به خدا باشیم. در واقع اساس گناه امتناع ورزیدن از اتکا به خداوند است و این اصل و ماهیت گناه است. این یک عمل گناهالود خاصی نیست که شما مرتکب شدید. این یک طرز پرخورد ناشی از اعتماد به نفسه که مانع جاری شدن فیض خدا در زندگی شما میشه و این سخت‌ترین چیزه. ایمان دارم که خداوند با آن در مورد من و تو سرکار داشته باشد. این نگرش عدالت شخصی ماست. من خودم به تنهایی میتونم این کار انجام بدم. نیازی به خداوند ندارم. تا اونجایی که من میدونم این فقط یک جور طرز فکره. در دنیا دو نوع موجود خاص وجود داره که میخواست مستقل از خدا باشه. نوع اول فرشتگان لغزش خورده هستند که ملحق به سرکشی و عصیان شیطان شدند و دیگری بشر می باشد. هیچ چیز دیگری در دنیا نیست که تمایل به استقلال و جدایی از خداوند داشته باشه. پرندگان اشتیاق بر استقلال از خداوند ندارند، ستارگان ندارند، ماهیان ندارند. هیچ مخلوق دیگری مایل به جدایی از خدا نیست. همه آنها با شادمانی به خداوند وابستند. اما من و شما به خاطر طبیعت نفسانیمون این مشکل داریم. ما تمایل نداریم متکی به خدا بشیم. ما دوست داریم این کارو داشته باشیم که بگیم من این کارو با توان خودم انجام دادم، نیازی به خداوند نداشتم. دوستانش عزیز، شما در بدترین راه‌ها به خدا احتیاج دارید و شما در موقعی که فکر می‌کنید به احتیاج ندارید، بیشترین نیاز رو به او دارید. و اگر شما در تجربه زندگیتون اینو تجزیه تحلیل بکنید، به این مسئله خواهید رسید که تمام مشکلی که در زندگیتون با اون روبرو هستید، ناشی از تلاش‌های شخصی بدون اتکای به خداونده. ناشی میشه از انتنا ورزیدن فیض خدا. چند سال پیش همسرم روت برای جراحی در بیمارستان بستری شده بود. او خیلی ضعیف شده بود. میخواست کتاب‌نویس بخونه ولی نمیتونست. بر حسب اتفاق در یک بیمارستان کاتولیک بستری شده بود. دوست دارم بهتون بگم اگه لازم بود برای درمان در آمریکا بستری بشم، قطعا به یک بیمارستان کاتولیک میرفتم، چون که اونجا حداقل کمی با آدم همدردی میکنند.
کمی دلسوزی نسبت به جای دیگه هست. ای کاش این موضوع در نیوزلند هم واقع داشته باشه. این فقط یک از نظر شخصی است. در هر صورت رود در یک بیمارستان کاتولیک بود و سرپرستار شخصی که تقریبا 70 سالش بود در حال رسیدگی و بازدید از ماموران که ناگهان چشمش به رود افتاد و کتاب مدرسه رود هم در کنارش روی میز بود، اما به قدر ضعیف بود که نمیتونست اونو بخونه. این خواهر عزیز به گفت آیا میتونم کاری برات انجام بدم؟ رود گفت بله، ممکن لطفا برام کتاب از بخونید؟ خواهر گفت چه قسمت از کلام رو براتون بخونم؟ رود گفت فیلیپیان باب 2. و خواهر پرستار گفت بسیار خوب، این قسمت از کلامی است که من توسط اون برای این خدمت راهبگی تقدیس شدم. بنابراین اونا با هم آشنا شدن و سپس این خواهر کاتولیک چیزی رو با ما در میان گذاشت که اتفاق افتاده بود. او به صومعه راهبا رفته بود که واعظ آن راهبی از فرقه اهل سکوت بود و راهبه ها اجازه نداشتند که در صومعه راهبه ها سبوت کنند. اونها به نوعی پیمان سکوت داشتند، اما گاهی اوقات وقتی که اجازه صحبت پیدا می کردند اونا اجازه داشتند تا به دیگران آنچه را که در سکوت یاد گرفتند یاد بدهند. بنابراین اون راهب در حال تدریس به این خواهران کاتولیک بوده و این چیزیست که اون گفته و اون خواهر هم این مطلب را با رود در میان گذاشت. این موضوع واقعا باعث تشویق و برکت من شد، چون که من دیدم اگر خدا بخواد چیزی رو به دیگران انتقال بده اون مطلب منتقل خواهد شد. اینجا راهبی است، شخصی که اجازه صحبت نداشته اما در حال تعلیم به یک گروه کوچک از خواهران کاتولیکه، افرادی که تنها گروه آنجا بودن و آن را من در کاستای تدریس کردم که به تمام دنیا رسیده. چه کسی اینو برنامه‌ریزی کرده؟ هیچ کس، فقط خدا. در هر حال این چیزی بود که اون راهب به خواهر کاتولیک گفته بود. دعا کن تا آرزوی مشهور شدن، مستقل شدن و کنترل کردن را نداشته باشی. آیا دوست داری این دعا را بکنی؟ زحمت زیادی نداره. اینطور نیست؟ به دفعات و زمان طولانی روی موضوع فکر کردم. بسیار خوب، مورد توجه و احترام نباشی، من در این باره مشکل ندارم. مستقل باشی، مشکل ندارم. امن امان بودن، مشکل ندارم. در امنیت باشن، تحت کنترل باشن، نتون این کنترل بودن، مشکل ندارم. اما این دوتای واقعی واقعا منو ناراحت میکنه. آیا واقعا میتونم آرزو نکنم که این من باشم؟ بسیار خوب، امنیت من در خداوند است. اما اونجا که میگه تحت کنترل نداشته باشی، این سخت‌ترین چیزه برای من. اما آیا واقعا میتونم آرزو نکنم که تحت کنترل داشته باشم؟ به عبارت دیگه آیا واقعا مایلم اجازه بدم همه چیز تحت کنترل خداوند باشه؟ مسئله همینجاست. این واقعا یک فیضه وقتی همه چیز در کنترل خداست. میخوام به شما بگم اون خواهر کاتولیک رو برکت میدم. امیدوارم هنوز زنده باشه. من واقعا از او به خاطر آنچه که توسط رود در ذهن من قرار داد تشکر میکنم. میبینید من اینو به عنوان پایه و اساس مشکل بشر میبینم، آرزوی در کنترل داشتن بدون اتکای به خداوند. و اساس گناه اینجاست که ما میخواییم در دنیایی باشیم که توسط خدای عاشق آفریده شده اما کاملا مستقل و جدا از اون. خواهران و برادران عزیز، به من نگید شما هرگز این مشکل رو نداشتید، چون که هیچ کس بین ما نیست که همیشه راضی و خوشنود بوده باشه از اتکای به خداوند و یا با رغبت همه چیزو در کنترل خدا قرار داده باشه. این قدم واقعی ایمانه، این قدم فیضه. ما نمیتونیم اینو تنها در چند ساعت به دست بیاریم. در واقع این موضوع بیشتر از 50 سال از عمر منو به خودش اختصاص داده و همچنین اون جایی که باید باشم نیستم، اما نزدیکتر از اون چیزی هم که قبلا بودم. خواستم با این تشویق تو کرده باشم. بیاید جلوتر بریم. در واقع شریعت برانگیزاندن گناهه. چرا؟ چون که میگه تو میتونی به تنین کنین انجام بدی، ادامه بده، واقعا خودت میتونی. تمام آنچه را که لازم داری اینه که قوانین حفظ کنی و این تو را به سمت اعتماد به نفس و اتکا میبره که فریبه. این از طریق شریعت ما را گول میزنه. لطفا اجازه بدین دوباره بهتون میگم، هیچ چیز اشتباهی در شریعت نیست. پولس در همین باب ادامه میده و میگه شریعت خوب و کامله، مورد غلطی در شریعت وجود نداره. مشکل در ماست، مشکل در طبیعت نفسانی ماست. همه ما دوست داریم که مستقل باشیم. من مطمئنم
بیشتر شما نزاگر بچه ها بودید. من اینو اشتیاق روحانی رو در بچه های 2 ساله شاهد بودم. شما به یک بچه شیرین 2 ساله نوپا میگید بیا اینجا، اون پشت رو به شما میکنه و در حیث مخالف حرکت میکنه. درست میگم؟ این دقیقا همون طبیعت نفسانی است که خودش رو در ما ظاهر میکنه. در واقع شریعت روش تشخیص خداست برای بیرون کشیدن مشکل. ببینید وقتی که شما به دکتر مراجعه میکنید و میگید دکتر من شکم درد دارم، او سریعا برای شما دست بست خست تجویز نمیکنه، بلکه در ابتدا سعی میکنه دلیل شکم درد رو پیدا بکنه. به عبارت دیگه قبل از تجویز هر نوع دارو برای درمان او به دنبال تشخیص میگرده. همین همون روشی است که خدا در ارتباط با استفاده میکنه. قبل از اینکه مشکل رو تشخیص بده هیچ درمان علاجی رو پیشنهاد میده. سپس ما متوجه میشیم چقدر به درمان احتیاج داریم. بنابراین بیایید ادامه بدیم با رومیان باب 10:4. رومیان 10:4. زیرا مسیح غایت شریعت است تا هر که ایمان آورد پارسا شمرده شود. بنابراین اگر شما به عیسی مسیح ایمان آوردید، این پایان شریعت است. نه پایان شریعت در همه مسائل، بلکه پایان شریعت در پارسا شمردگی. این به معنای انجام رسوندن عدالت توسط خداست. یعنی عیسی مسیح شریعت را به پایان رساند. در واقع وقتی او مصلوب شد این عمل صورت گرفت. وقتی از مردگان برخاست راه جدید را برای پارسا شمردن نزد خدا به ما پیشنهاد داد که با نگاه داشتن شریعت نبود. بنابراین عیسی مسیح پایان شریعت است برای عدالت. این پایان شریعت به معنای حذف قسمت از کلام خدا نیست، یا به معنای حذف قسمت از تاریخ اسرائیل نیست، و یا به معنای روش خدا در ارتباط با انسان است. شریعت همچنان در آنجاست. در واقع به معنی پایان دادن شریعت به عدالت است، چون که مرگ مسیح بر روی صلیب عدالت را برای ما آماده کرد. بیایید به عنوان مثال برای لحظات به مسیحیان غلاطیا نگاه کنیم. رساله غلاطیا رساله جالبی است. اگر نظر الهیت توجه کنید، من از شما سوال کنم چه مشکلی در کلیسای غلاطیا وجود داشت که پولس اون را مورد بررسی قرار داده بود؟ ممکنه شما جواب بدید قانون پرستی. این یک توصیف الهیاتی از این مشکل است. در بیشتر نامهایی که پولس برای کلیسا نوشته، او معمولاً با شکرگزاری از جانب خداوند برای محاسن اون کلیسا شروع کرده. حتی رساله به قرنتیان در کلیسایی که شخصی با همسر پدرش میخوابیده و در جایی که میز مقدس خداوند شراب مینوشیدند، او با یک گرمی خاصی نام خودش شروع کرده و خداوند برای فریز اونا قدانه میکنه. اما در ارتباط به کلیسای غلاطیان اگه میشه میگفتم خیلی سخت بود که این نامه را شروع بکنه، چون هیچ وقت چیز را برایش چکگذاری برای فیض نگذاشتن. مشکل کلیسای غلاطیان چی بود؟ نه مستی، نه عرق‌خوری، نه هرزگی. پس چی بود؟ قانون پرستی. و برای پولس این بدتر از گناهان دیگه بود، حتی بدتر از مستی و هرزگی. لطفاً اشتباه نشید، من نمیگم که خداوند از مستی و هرزگی چشم‌پوشی میکند، اما میخوام بگم موارد ذکر شده را راحت‌تر از مشکل قانون پرستی میشه حل کرد، چون که قانون پرستی خیلی پیچیده است. خیلی خوب به نظر میاد، اما احساس حق به جانب نسبت به اون داریم. این خیلی برای ما سخته که از اون آزاد بشیم. اما این چیزی است که پولس در 1:6-7 غلاطیان میگه. در شگفتم که شما بدون زودی از آن که شما را به فیض مسیح فراخوانده است رویگردان شده به سوی انجیل دیگر میروید. انجیل دیگری نیست، اما کسانی هستند که شما را مخشوش میسازند و برانند که انجیل مسیح را تعریف کنند. میبینید اون به چیزی برای گفتن نداشت. اون میگه در شگفتم که شما بدین زودی رویگردان شدید. به طرف چه چیزی؟ به سمت قانون پرستی، به طرف نگه داشتن قوانین، با این ایمان که با حفظ آنها پارسا شمرده خواهید شد. سپس در غلاطیان باب 3 او بدین موضوع اشاره میکنه. از آیه اول، ای غلاطیان نادان، چه کسی شما را افسون کرده است؟ بیاد دارم سالا پیش وقتی که در حال خوندن آیه بودم، ناگهان این گفته رو ترک کردم که مسیحیان پنتیکاستی و کاریزماتیک هم میتونن افسون شده باشن، چون که هیچ جای سوالی نیست که اینها کاریزماتیک بوده باشن. این مسئله مشکل بزرگی در ذهن من حل کرد، چون که وضعیت وخیمی بود که در کلیسا که من شبان اون بودم اتفاق افتاده بود. نمیتونم به طور مفصل به این موضوع اشاره کنم، اما دیدم همه جماعت کلیسای من توسط همسر شبان قبلی افسون شده بودند. زنی که از شوهرش جدا شده بود و با یکی از اعضای هیئت مدیره ازدواج کرده بود.
و از نظر روحانی بر اعضای کلیسا تسلط داشت. بنابراین اجازه بدید این رو به عنوان کمک به شما پیشنهاد بدم. اگر شما با مشکلی سر و کار دارید که نمیتونید اون رو بفهمید، ممکن است یک چنین مشکلی باشه. افرادی که شما باشون درگیر هستید افراد افسون شده هستند. پولس با یک معنای بسیار روشن از این استفاده میکنه. در زبان یونانی به جای کلمه افسون شده آمده با چشم برخورد کردن. اونا با چشم مجذوب و شیفته شده بودند. اونا تحت تأثیر چشمان قرار گرفته بودند که اونها را افسون کرده بود. سالا پیشیش یک کشیش ارتودکس که کاریزماتیک شده بود پیش من آمد. او برای دعا پیش من آمد و گفت من به نوعی افسون شدم. شخصی چشمان شروری را در من قرار داده. او مرد بسیار عاقل و هوشیاری بود که تا مدرسه بخوی می داشت. نمیخواستم وقتی زیادی بر این موضوع صرف کنم. فقط میخوام این موضوع بر آشکار بشه که یک چنین جای چیزای امکان داره. ای غلطیان و نادان، چه کسی شما را افسون کرده است؟ زیرا در برابر چشمان شما خود عیسی مسیح به روشنی چون کسی که بر صلیب شد ترسیم کردید. پولس میگه من پیغام صلیب با شما در میان گذاشتم، برای شما به تصویر کشیدم که عیسی برای گناهان ما مرد. چطور توانست از این راه خارج شده به سمت پایه دیگری غیر از عدالت بروید؟ فقط میخوام این را بدونم، آیا روح را با انجام اعمال شریعت یافتید یا با ایمان به آنچه شنیدید؟ آیا با نگاه داشتن به جا آوردن قوانین یا روح القدس تمید یافتید یا به وسیله ایمان و شنیدن دریافت کلام؟ اجازه بدید سوالش رو بپرسم. آیا کسی به طور خاص در این جلسه است که با نگاه داشتن و به جا آوردن شریعت از روح القدس پر شده باشد؟ جواب این است هیچ کس. ما باید این را به خاطر بسپاریم. ما هرگز با به جا آوردن قوانین نجات نیافتیم. تعمید با روح القدس را با به جا آوردن قوانین به جات نیاوردیم. همونطور که پولس میگه ما اونها را با شنیدن از روی ایمان دریافت کردیم. با ایمان به پیغامی که شنیدیم گوش دادیم و اونو دریافت کردیم. سپس اون میگه آیا تا این حد نادانید که با روح آغاز کردید و میخواهید با تلاش کامل کنید؟ وقتی که در این مسیر قرار گرفتید حماقت اینطور نیست؟ اگر نیاز داشتید که روح القدس شما را در مسیر عدالت قرار بده، واقعا چطور میتونید از وابستگی به روح القدس دست بکشید؟ چطور میتونید به یک ذره قوانین شخصی خودتون اعتماد کنید؟ اما ببینید این یک واقعیته. پولس ادامه میده و در آیه 10 اینطور میگه زیرا آنان که بر انجام اعمال شریعت تکیه دارند همگی دچار لعنتن، چرا که آمده است معلوم باد هر که به تمام آنچه در شریعت کتاب نوشته شده عمل نکند. اگر شما قصد دارید با به جا آوردن شریعت خودتون رو متوجه کنید، لازم است که تمام شریعت رو حفظ کنید همیشه. اما اگر شما سعی کنید با تلاش بخش شریعت رو به جا آورید، نه تمام اون را به طور قطعی زیر لعنت قرار گرفت، چون کلام میگه معلوم باد هر که به تمام آنچه که در کتاب شریعت نوشته عمل نکند. آیا این امکان برای ایمانداران پنتیکاستی و کاریزماتیک وجود داره که زیر لعنت قرار بگیرند؟ با سرعت میخوام بگم امکانش هست. این رو با توجه به تجربه شخصی خودم میدونم. بدون وارد شدن به جزئیات موضوع اجازه بدیم بگم من یکی از افرادی بودم که در حرکت تازه بیداری که در بدن مسیح توسط روح القدس شروع شده بود نقش داشتم، کاری که به دور حتم هیچ کدام از ما نمیتونستیم پیشمانی کنیم. خداوند به من و سه واعظ دیگر سرشناس کاری را شروع کنید. این مسئله مطلقاً بدون چون و چرا حرکت بود از جانب خود خدا. ما این کار را در روح و با روح شروع کردیم. یک سال نگذشته بود که با تلاش انسانی به پایان رساندیم. نتیجه کار فاجعه آمیز بود. بنابراین میدونم که این موضوع واقعیت داره. شما در حال حاضر به سخت شخص نگاه میکنید که این مسئله برای او اتفاق افتاده. خداوند با فیض خودش من از اون بیرون آورد. فکر میکنم به این خاطر که کلام خدا را خواندم و اون رو با ایمان پذیرفتم، چون که اون قسمت چیزی بود که من خودم در اون شرایط دیدم. اما برادران و خواهران عزیز، من میخوام به شما بگم این چیزی نیست که فقط در گذشته اتفاق افتاده، این چیزیه که همچنین امروز داره اتفاق میفته. افرادی که با روح خدا شروع کرده اما سپس تلاش میکنن که با طبیعت انسانی آن را به کمال برسونند زیر لعنت میروند. با خودم فکر میکنم میتونستم اینا بگم قسمت اعظمی از کلیسا در حال حاضر زیر لعنت قرار دارد. اجازه بدید یک قسمت دیگه از کلام خدا را از ارمیا باب 17 آیه 5 با شما در میون بگذارم. ارمیا 17:5 و خداوند چنین میگوید معلوم باد کسی که بر انسان توکل دارد
و بشر را اعتماد خیش سازد و دلش از یهوه منحرف باشد. وقتی میگه قلبش از خدا جدا منحرف بشه، به روشنی پیداست یک چنین شخصی چه رابطه‌ای با خدا داره. وقتی که شخصی در یک چنین رابطه‌ای با خدا باشد، به تدریج شروع میکنه به انسان اعتماد کردن و به خودش، و رفته رفته قلبش از خدا جدا میشه. من فکر میکنم این مسئله برای اکثر افرادی که فقط اظهار مسیح بودن میکنه اتفاق میفته. قصد ندارم گروه خاصی را به شما بگم، اما بیشتر فرقای مهم و معروف، حرکت بیداری که در کلیسا رخ داده که همه به خوبی میدونیم، این حرکت ها و بیداری ها مطلقاً بدون چنشرا کار قدوس بوده، همراه با فیض خدا. هیچ کدوم از آنها هرگز نمیتونستن جدا از فیض خدا کاری انجام بدن، اما چه تعداد از آنها امروز همچنان در روح و فیض پیش میرن؟ میخوام به صراحت بگم خیلی کم از آنها. بنابراین اونا خودشون رو در زیر لعنت قرار دادن که در ارمیا 17:5 گفته شده، ملعون باد کسی که بر انسان توکل دارد و بشر را اعتماد خیش سازد. اجازه بدید با نمونه از تجربه شخصی خودم توضیح بدم. روت و من تصمیم گرفتیم خانه که در اورشلیم داشتیم بفروشیم. به همین منظور نزد فروشندگان رفتیم و گفتیم این خونه بسیار زیبایی است، شما میتونید اون رو به صلاح بفروشید. برای 14 ماه خونه به فروش نرفت. نفهمیدیم دلیلش چیه. در یک جلسه بودم، کلیسایی که در عضوونجا هستم، شبان کلیسا گفت باید برای مردی دعا کنم که نیاز به آزادی از ارواح شریر داره. معمولا اکثر کشان این کارو نمیکنن، اما اون کرد. به همین دلیل من از اون خوشم میاد. فکر کردم بهتره برم و در این دعا کمکش کنم. به جای جلسه رفتم و مرد محتاج به دعا خادم از آفریقا بود، شخصی که زیر لعنت قرار گرفته بود. لازمه بدون هیچ توضیح به شما بگم این لعنت در این اسقف سیاه آفریقایی قطعی بود، حتی نزدیک بود که او بمیره. ما او را خدمت کردیم و او از تعداد قابل توجهی از ارواح شریر رهایی پیدا کرد. بعد از اون در مورد طرز فکر و نگرش شخصی و از زندگیش با او صحبت و مشاوره داشتیم و من اون گفتم به نظرمه که در زندگی بیشتر به توانای شخصی خودت تکیه میکنی، اعتماد تو در زیر فیض قرار ندادی. و من اینو گفتم، در واقع خود من هم این مشکل داشتم. هیچ برنامه ریزی نکرده بودم که این جمله رو بگم. یک بار از دهانم بیرون آمد. من هم به روشنی مشکل دریافتم که در فروش منزلمون اعتمادم بر توانای شخصی بود. سپس روت با یک رگوی کاریزماتیکی در حضور همه به من گفت تو هم زیر لعنت هستی. گفتم درسته، منم هستم. بنابراین این موضوع رو اعتراف کرده و تابع خودم را از زیر لعنت رهایی دادم. سپس ما اون جلسه رو ترک کرده به آپارتمان جدیدمون که در اون زندگی میکنیم برگشتیم و در طبقه زیرزمین آپارتمان یک فروشنده واقعی املاک بود. او گفت مایلم خانه شما رو به بعضی از مشتریان نشون بدم و در طول هفته خانه به فروش رفت. متوجه شدن چی شد؟ زمانی که از زیر لعنت آزاد شدم، شرایط برای عملکرد خدا فراهم شد. میبینم که بعضی شما پیام دریافت کردید. بسیار خوب. بیایید ادامه بدیم. کجا بودیم؟ اجازه بدید فقط چند تا از نظر کلی در مورد این موضوع داشته باشیم. سپس به قسمت مثبت اشاره میکنم. شریعت به گونه عمل میکنه که ما را با توانای شخصیمون تنها میگذاره. اما فیض طوری عمل میکنه که توانای روحانی رو در اختیار ما قرار میده. ما تنها و تنها با فیض خداست که میتونیم عمل کنیم. در لاویان 11:44 اول پتروس 1:16 دستور داریم مقدس باشید، این فرمانی از جانب خدا. اما اگر شما لاویان 11 رو بخونید، آیات پایانی دستورات رو مطرح کرده که چی چیزی را که میشه خورد چیزی رو نمیشه خورد. و این مستلزم این است که اگر شما میخواهید مقدس باشید، تمام قوانین باید به جا بیارید. اما در اول پتروس 1:16 بستگی به هیچ قانون خاصی نداره. پیغام این است مقدس باشید، پیغامی از جانب عیسی. اجازه بدید پاکی و قدوسیت خودم را به شما منتقل بکنم. کاملا متفاوت با گذشته است. بیشتر از این بر روی تلاش خودمون تکیه نکنیم، بلکه اعتمادمون زیر فیض خدا باشه. آنچه را که ما نتونستیم برای خودمون انجام بدیم، عیسی برای ما انجام داد. شما باید انتخاب کنید. وقت زیادی برامون نمونده. بیایید قسمت مثبت را مورد بررسی قرار بدیم. میخوام به رومیان باب 8 آیات 3 و 4 برگردم و فقط قسمت مورد نظر رو براتون میخونم. رومیان 8:3-4. چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان ناتوان بود. میبینید هیچ اشتباهی در شریعت نداره، بلکه این ضعف ماست. آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، خدا توسط پسرش انجام داد. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تو قربانی گاه بشه و بدین سان پیکر بشری حکم محکومیت گناه را اجرا کرد. مورد مثبت چیه؟ آنچه شریعت مطالعه میکند در ما تحقق یابد. در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار میکنیم و آنچه که به قول آمریکایی‌ها سوال 1000 دلاری خوانده میشه ناشی از همین است.
در شریعت چه چیزی لازم عدالت است. آیا تا به حال این مسئله دقت کرده بودید؟ با یک کلمه چهار حرفی میتونم به شما جواب بدم و این کلمه بدی نیست. این کلمه محبت است. در واقع در شریعت محبت لازمه عدالت است. و حالا به سرعت قسمت متفاوتی از کلام خدا را در این باره به شما نشان خواهم داد و سپس جلسمون را پایان می‌رسونیم. متی 22 عیسی از طرف یکی از فقها مورد سوال واقع میشه. شما میدونید تفکر مذهبی شریعت گونه چگونه است؟ در آیه 35 یکی از اونا که فقیه بود با این قصد که عیسی را به دام اندازد از او پرسید: ای استاد، بزرگترین حکم شریعت کدام است؟ سوال خاصی بود و عیسی هم به صورت جواب دقیقی را داد. عیسی پاسخ داد: خداوند خدای خود را با تمامی دل، با تمامی جان، با تمامی فکر خود محبت نما. این نخستین و بزرگترین حکم است. دومین حکم نیز همچون حکم نخستین است. همسایت را همچون خیشتن محبت نما. کلمه کلید اینجا چیست؟ محبت. خدا را محبت نما، همسایت را محبت نما. سپس اصرار داشت عیسی این دو حکم اساس تمامی شریعت موسی و نوشته پیامبران است. به عبارت دیگر همه چیز برای این دو حکم قرار گرفته. اگر الان من گرمم باشه که در حال حاضرم هستم، نیاز به آویزون کردن کتم دارم. پس به یک میخ احتیاج دارم که روش آویزون کنم و میخ قلبی که من بخوام کتم رو آویزون کنم باید اونجا قرار گرفته باشه. این دستورات ذکر شده همچون میخی است که تمام شریعت روی آن قرار گرفته. به عبارت دیگر وقتی تمام شریعت و پیغام رو بخونید چی میگین؟ خداوند را محبت نما و همسایه را محبت نما. این مهم در شریعت لازمه عدالت است. سپس در رومیان باب 13 آیه 8 بعد از آن پولس میگه: هیچ دینی به کسی نداشته باشید جز اینکه یکدیگر را محبت کنید، زیرا هر که به دیگری محبت کند در واقع شریعت را به جا میآورد. من ایمان دارم که هیچ قرضی و بدیهی به کسی نداشته باشم، اما یک بدیهی و دینی هست که هرگز تمام شده نیست. اون چیه؟ دوست داشتن همکشان مسیحم، دوست داشتن سایر انسانها. من یک چنین دین و بدیهی دارم. من دائما در یک چنین ادای دینی هستم. هرگز نمیتونم از این قرض خارج بشم. پولس میگه اگه زنا مکن، قتل مکن، دزدی مکن، تمام عوض هر حکم دیگری که باشد، همه در این کلام خلاصه میشه که همسایت رو همچون خیشتن محبت نما. محبت به همسایه خود بدی نمی کند. پس محبت تحقق شریعت است. این مطلب خیلی واضح روشنه. اینطور نیست؟ سپس در غلاطیان باب 5 آیه 14 این واقعا حیرت انگیزه که چقدر رومیان غلاطیان روی هم قرار گرفتن. غلاطیان 5:14 تمام شریعت در یک حکم خلاصه میشه. درامش در یک حکم خلاصه میشه. حتی اینجا میگه همسایت رو همچون خیشتن محبت نما. سپس کمی قبلتر در همه غلاطیان باب 5 آیه 6 میگه زیرا در مسیح عیسی نه ختنه اهمیتی دارد، نه ختنه ناشدگی، بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت عمل میکند. ایمان چطور عمل میکنه؟ به من بگید. از راه محبت کردن. بسیار خوب. در رساله یعقوب اینطور میگه ایمان بدون اعمال مرده است. بنابراین ایمان با محبت عمل میکنه. حالا شما به این سوال میرسید که ایمان بدون محبت مرده است. این کلام متعجب کننده است اما واقعیت داره. شما همونطور که ادعا میکنید میتونید همه ایمان رو داشته باشید، اما اگر در زندگی شما محبت نباشه ایمان شما مرده است. سپس در اول تیموتائوس باب 1 آیه 5 میگه میتونم حفظ بگم این آیه رو، اول تیموتائوس باب 1 آیه 5 از حفظم، اما میخوام اونا بخونم. هدف از این فرمان محبت است، محبتی برخواسته از دل پاک، وجدانی صالح، ایمانی بیریا. بعضی کسانی از اینها معرف شده به بیهودگویی روی آوردند. در ترجمه تحت عنوان استاندارد جدید آمریکایی میگه هدف ما از این فرمان محبت است. وقتی که من این قسمت رو خوندم به خودم گفتم آیا واقعا هدف من از این فرمان محبت است؟ به عبارت دیگه آیا واقعا اهداف من به منظور محبت نمودن دیگران است؟ گاهی به بعضی افراد فکر میکردم، اشخاص که نقشی در پایه خدمات من داشتن و کاملا مطمئن نبودم، چون که اساسا من یک معلمم و معلم علم رو منتقل میکنه. میدونی دانش چیکار میکنه؟ انسان رو مغرور میکنه. من یاد گرفتم به تمام معنا سعی کنم با تمام قوتم طوری تدریس کنم که غروری رو به دیگران نشون ندم. من باید به عقب برگردم و به بعضی افراد نگاه کنم و بگم بسیار خوب، من اونطور که باید شاید نبودم.
کارم خوب انجام ندادم. بنابراین هدف از فرمان باید محبت باشه. در همه پولس میگه اگر شما از این هدف دور افتادید، گمراه شدید، حرف بیهوده و باطل بوده. بیاید برای لحظاتی به مردم کلیسای تحقیق کنیم که اون رو میشناسیم. چقدر سخنان بیهوده گمراه کننده کلیسا ده میشه. چقدر موعظه و تدریسای گوناگون انجام شده که محبت ایجاد نکرده. تمام اونها تلاش بیفایده بوده. تمام اونها به طور کامل بی‌ثمر بوده. بنابراین برادران و خواهران عزیز، اگر شما به نوعی در حال انجام خدمتی هستید، من میخوام شما رو به چالش بندازم تا انگیزه هاتون رو چک کنید. چه چیزی رو برای تولید داری هدف میگیری؟ و دوم اینکه اگر شما طوری هدف گیری میکنید که محبت رو به ثمر برسونید، آیا اون رو حاصل کردید؟ و اگر شما طوری هدف گیری نمیکنید که محبت حاصل بشه، تمام آنچه رو که گفتید حرف پوچ و خالی بوده. این دور از دسترس، اینطور نیست؟ ببینید عزیزان، شریعت ما را به طرف ترس سوق میده، اما عیسی ما را به سمت محبت برمی‌انگیزاند. عیسی گفت اگر مرا دوست دارید احکام مرا به جا آورید. ترس هرگز نتیجه خوبی را حاصل نمی‌کنه. مذاهب زیادی وجود دارند که اونها با ایجاد ترس در مردم انگیزه ایجاد می‌کنند. معمولا اونها بدترین نتایج را حاصل می‌کنند. بعضی از گروه‌های مسیحی همین کارو می‌کنند. داریم به آخر داستان می‌رسیم. من می‌خوام بهتون بگم اطاعت از روی عشق پیش رونده است. درسته شما در محبت کامل نیستید، به من ملحق بشید، منم کامل نیستم، اما این به آن معنا نیست که من پارسا محسوب نشدم، چون که تا زمانی که هدفمون رو به انجام برسونیم ایمان ما برایمون پارسایی محسوب شده. میتونی اونو دریافت کنی؟ همینطور که شما به ایمانتون ادامه میدید، ایمانتون برای شما پارسایی محسوب میشه. این موضوع در شام آخر به شکل فوق العاده با کلام عیسی به پتروس عنوان شد. عیسی گفت پتروس تو 3 مرتبه مرا انکار خواهی کرد. پتروس گفت نه هرگز. عیسی گفت من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. چه چیزی مهمتر از همه این که ایمان ما تلف نشه؟ ممکنه ما خطایا و اشتباهات زیادی رو مرتکب بشیم، حتی ممکنه گناه مرتکب بشیم. ما هنوز به پایان راه نرسیدیم، ما کامل نیستیم، اما به همان شکلی که به ایمان رو ادامه میدیم، ایمان برایمون پارسایی محسوب میشه تا زمانی که به مقصد برسیم. اجازه بدید با یک قسمت زیبا از کلام خدا در یعقوب به پایان برسونیم. کلامی که برای من دوست داشته نیست. وقت ندارم که نام این آیه بیشتر توضیح بدم. یعقوب 1:25. اما آنکه به شریعت کامل که شریعت آزادیش چشم دوخته، آن را از نظر دور نمی‌دارد و شنونده فراموشکار نیست، بلکه به جای آورنده است. او در عمل خیش خجسته خواهد بود. در یک کلمه شریعت کامل آزادی چیست؟ محبت. کاملا درسته. اگر شما واقعا محبت کنید، واقعا محبت کنید، شما شخص کاملا آزادی هستید، چون که شما همیشه میتونید آنچه که میخواید انجام بدید. شما میتونید همیشه مردم رو دوست داشته باشید. ممکن اونها به شما بی‌اعتنایی کنن، آزار اذیت برسونن، حتی شما رو بکشن، اما هرگز نمیتونن شما رو متوقف کنن از محبت نمودن به عشق ورزن به آنها. شخصی که انگیزش محبت کردن از تنها شخص کامل آزاد در دنیاست. آمین.